رئیس جمهور برگزیده مقاومت خانم مریم رجوی برای نجات جان بیش از 200 دختر دانش آموز ربوده شده در نیجریه فراخوان داد و اعلام کرد ربودن بیش از 200 دختر دبیرستانی و فروش آنها از بارزترین مصادیق جنایت علیه بشریت است. مراجع و روحانیون و مجامع مختلف اسلامی باید این اقدام ضد اسلامی و ضد انسانی را محکوم کنند و اجازه ندهند بنیادگرایان دین فروش با سوء استفاده از نام اسلام مرتکب چنین جنایت فجیع شوند. خانم رجوی ضمن همدردی با خانواده های این دختران بیگناه بار دیگر جامعه جهانی را به یک رویکرد قاطع و همه جانبه در مقابل این توحش قرون وسطایی و اقدام فوری برای نجات دختران ربوده شده فراخواند و افزود منشأ اصلی بنیادگرایی اسلامی که صلح و آرامش را در بخش‌های وسیعی از جهان امروز به خطر انداخته و حقوق بشر و حقوق زنان را به فجیع‌ترین شکل نقض می‌کند، فاشیسم دینی حاکم بر ایران است که الهام بخش گروه‌های بنیادگرا و پشتوانه ایدئولوژیک، فرهنگی و منبع اصلی مالی و تسلیحاتی و لوجستیکی آنهاست. اطلاعیه دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران در این باره می‌افزاید مقاومت ایران از اوایل دهه 70 شبکه‌های بنیادگرا و تروریستی رژیم ایران در کشورهای آفریقایی را افشا کرده و پیوسته بر تهدید فزاینده این رژیم در این منطقه از جهان تاکید کرده است. مطبوعات بین‌المللی از جمله نیویورک تایمز در فوریه 2013 فاش کردند تسلیحات و مهماتی که توسط گروه‌های افراطی در آفریقا به کار می‌رود در ایران ساخته شده است. نزدیک به 3 سال پیش نیز ارسال سلاح و مهمات از سوی رژیم ایران برای نیجریه و دیگر کشورهای غرب آفریقا فاش شده بود. اطلاعی اضافه می‌کند دیکتاتوری مذهبی و زن ستیز حاکم بر ایران طی 35 سال گذشته ده‌ها هزار زن و دختر را در ایران شکنجه و اعدام کرده و میلیون‌ها زن شریف ایرانی را تحت عناوین مسخره مانند بدحجابی به شدیدترین وجه مورد تعرض، هتک حرمت، تبعیض و سرکوب قرار داده و در عین حال سردمداران آن در پشت پرده با سوء استفاده از زنان و دختران محروم به دایر کردن مراکز فساد و تجارت پرسود فروش دختران ایرانی در کشورهای همسایه مبادرت می‌کنند.